میگه چرا به عمر مشاوره داد؟ خب عزیزان من دقت بکنید، اولا که مشاوره دادن ولی به کافر هم اشکال نداره بعضی موقع ها، که حضرت یوسف، حضرت یوسف میاد به پادشاه مصر مشاوره میده. چرا؟ چون میدونه اگه مشاوره مشورت نده فاتحه مردم خون نمیشه به ذره. خب چه مشاوره ای داد؟ آیا مشاوره داد که مثلا جنگ نرو، یا یعنی اینکه مشاوره داد که اینجوری بزن داغونشون کن؟ موضوع نکته آخه، اصلا اون کردیت فراتر از مشاوره سار می علی تو نهج البلاغه راجع به عمر میگه چی؟ میگه او کسی بود که، یعنی تاییدش میکنه، میگه از خلافت از خلافت بخش مال دنیاش جز اندکی نبرد، ولی به خاطر خدا صبر کرد بر زحمتایی که بهش بود و تا آخر عمرم در راه خدا زندگی کرد و رفت. کسی که شیعیان میگن زهرا رو زده کشته و اینا. وای ببینم پس شیعه ها چجوری توجیه میکنن که علی انقدر از عمر تعریف میکنه تو نهج البلاغه؟ ببین اینجا چون اسم نبرده راجع به خلیفه میگن نه شاید منظورش عمر نبوده، ولی خب اگه عمر هم نبوده بازم میشه ابوبکر و عثمان، چون داره اسم خلافت رو میاره. خب در صورتی که تاریخی که میگن نقل شده مال زمان خلافت، مال فوت عمره. خب ولی بر فرض اگه نباشه اون دوتای دیگه هم از نظر شیعه قاصب خلافتن دیگه. خب ولی اینا باز یک توجیه دیگه میارن، میگن نه چون مردم مالکشیشون اینه، میگن چون مردم میشوریدن علیه عمر، اگر علی هم علیه اینا حرف میزده کردیت میداده بهشون، به تقیه میکرده که مثلا جامعه اسلامی به فنا نره. آره اصلا اینا مالکشیشون میگن، یه نکته دیگه هم در شبیه همین میگن، میگن علی به خاطر اسلام سکوت کرد، حتی به خاطر اسلام بود که وقتی فاطمه رو عمر کش با سکوت کرد. برای اینکه جالبه همین آدمی که به خاطر اسلام سکوت کرد که جامعه مسلمین از هم نپاشه، مثلا اسلام زنده بمونه و این داستانا، همین آدم به خاطر اسلام سکوت نکرد، سکوت نکرد که چیز کنه. اسمش خوبه من رو میام. آره تا قبل هفتمه چیز، تا قبل هفتمه فاطمه، اینم احتمالا به خاطر اسلام بوده که ازدواج کرده، چون انقدر ناراحت بودن حضرت علی که فاطمه فوت کرده و سکوت هم کردن، نگفتن به کسی عمر، این قوم غصه رو چون ریخته بودن تو خودشون، فشار میومده روشون، سری تا قبل هفتم ازدواج کردن که روحیشون خوب شه. حالا نه اختلاف مسلمین اصلا بعد از علی بین مسلمین اختلاف، بعد از خلافتش بین مسلمین اختلاف میفته، چرا اونجا سکوت نکرد؟ چرا اونجا راه نیومد و جنگ کرد؟ جایی که خلیفه دیگه قصب کرده سکوت میکنه به خاطر اسلام، بعد جای دیگه سکوت نمیکنه و بین مسلمین جنگ میشه. بعدش هم چیزه، نمیدونم کدوم طرفی، علی دخترشو نداد به عمر بعد از کش، بعد از زهرا، کشته شدن زهرا، یعنی چه من ام کلثوم داد اینو چجوری توجیه میکنم؟ میگن اگه عمر زن علی رو کشت، چرا علی اومد دخترش رو داد به عمر بعدش؟ اینو توجیهشون چیه؟ یکی از توجیهاشون اینه که میگن ام کلثوم اصلا دختر علی نبوده، دختر خوندهش بوده، که اینم دروغه. چون اسناد خودشون نشون میده که علی دو تا دختر داشته از زهرا، اونم زینب و ام کلثوم، ولی خب یکی از توجیهاشون اینه، یکی از توجیهاشون هم اینه که خودش راضی نبوده علی به این ازدواج، ولی چون خیلی ام کلثوم اصرار میکرده به کراهت رضایت داد. تئوری توته میدونی چیه؟ تئوری توته بگم؟ میدونم چیه ولی بگو. علی و عمر با هم نقشه کشیدن، عمر کمک کرده علی رو که از دست این فاطمه خودش نجات بده، برای اینکه به خاطر فرمان محمد علی نمیتونست زن دیگه بگیره تا وقتی که فاطمه زنشه، هم موقع هم که محمد هم زنده بود میخواست بره زن بگیره، محمد نذاشت، فاطمه اومد به محمد شکایت کرد که این پدر سوخته اومده میخواد بره یه زن دیگه بگیره، محمد گفته بیخود کردی، تو فقط باید شوهر زن من بشی. بعد برای اینکه بتونه بره زن دیگه بگیره اومده به عمر گفته این بیا بزن با کشش لطفا ما راحت شیم. اینو اصلا فقط ما نمیگیم، یعنی بین خود مسلمان هم این هست، یعنی من توی رفرنس هم دارم مناظره ای که آقای خزعلی با عنوان عالم شیعه و عقیل هاشمی که عقیل هاشم زهی معروف شبکه کلمه مناظره داشتن راجع به فوت فاطمه، وقتی این اسناد رو بررسی میکردش و دقیقا عقیل هاشمی همین رو گفت به خزعلی، گفت ببینین زشت این حرف شما که میگید،
عمر فاطمه رو کشته و چون تنها برداشتی که میشه کرد از این قضیه با اون تعاریفی که علی که چون علی زمان پیامبر که میخواست ازدواج کنه وقتی تا پیامبر زنده بود زن دوم بگیره بر پیامبر گفتش که هر کی فاطمه رو ناراحت کنه منو ناراحت کرده و نذاشت ازدواج کنه. بریم جلو. اوکی. برای مردم چه 7 سال قرار قحطی بیاد. اگه میگه به من چه ربطی تو که کافری به من که چه ربطی داره مردم دارن آسیب میبینن. قرار بود ایرانی ها هم حمله بکنن تو این جنگ ایرانی ها داشتن حمله میکردن چون خبرش رسوندن که سپاه خیلی زیاد فکر کنم 3 برابر اعراب بودن قرار بود حمله بکنن اما گفت من خودم میخوام برم امیرالمومنین فهمودش که این اومده آقا نیومد به اینا مشورت بده اونا رفتن پرسیدن آقا هم حرف درست رو زد گفت ببین بشین سر جا تو بری بکشت کل کشور اسلامی همه رو نابود میکنن مردم عادی به خاطر بی تدبیری تو آسیب میبینن که بارها و بارها تو تاریخ هم اتفاق افتاده که عمر برگشت گفت لولا علی لهلک العمر بارها و بارها جون خیلی از آدم‌ها رو آقا امیرالمومنین نجات داد به خاطر بی‌تدبیری این افراد.